تقدیر چیست؟ اگر تقدیر امر ازلی است، پس دوزخ و بهشت برای چیست؟ و اگر اختیار در کار است، پس تقدیر چی معنا دارد؟ لطفاً از کتاب معتبر و احادیث های صحیح جواب دهید. راستی بار این مسئله هست که من بر این جواب گفته نمیتانم و شما را قانع کرده هم نمیتانم. باب تقدیر این باب هست، این سؤال هست که از دوره های پیغمبر خدا این سؤال بود و در این جواب این تمام مفسرها و محدثا عاجز هستند جواب گفته نمیتانند. جوابی که شما را قانع کنند این جواب وجود ندارد. اگر شما این دادر عزیز در آیه اول سوره تغابن نظر کند، از اونجا ممکن بعضی چیزها را برداشته گیرد که خداوند در قرآن میگوید در سوره تغابن: هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمنون. بین خداوند میگوید من بعضی از شما را کافر خلق میکنم، بعضی از شما را مؤمن خلق میکنم. در این آیه چی بحث های زیاد وجود دارد در تفسیرها. خوب میشد که همین جوان خودش به همین آیه کریمه در اول سوره تغابن نظر کند و شرح امین خاند باب تقدیر صحبت میکند، زیرا پیش پیغمبری خدا آمدند و در باب تقدیر بحث و مناظره کردند. رسول اکرم میگوید وقتی با این اصحابی که بحث تقدیر میکردند، وقتی گوش انداخت و گفت خداوند شما را برای این فرستاد که در باب تقدیر بحث کنید، از این موضوع باز استید گفتن رسول اکرم و میگوید چهره مبارک گویا که آب انار در بالای چهره مبارک پرتافته باشی این گونه سرخ شد. میگوید یعنی نگذاشت که اصحاب پیغمبر در باب تقدیر بحث و مناظره کنند، زیرا عقل انسان به این نمیرسد. سوالی هست، یعنی مادامی که انسان خداوند دوزخی کرده باشد یا بهشتی علکه در ازلیات نویسانده باشد، پس عمل برای او چی فایده دارد؟ این گونه سوال ها می شود. نزد پیغمبری خدا آمدند گفتند ای پیغمبر، فلانی بیمار است، اگر وی را ما تبابت کنیم آیا در تقدیر الهی یکان تغییرات پیدا می شود؟ رسول اکرم گفتند هی من قدر الله، اگر وی شفا یابد همونم از تقدیر الهی است. حضرت مولوی خدا رحمت کند میگوید نه جنبد هی جنبنده از یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. هیچ چیز از جای خودش جنبیده نمیتاند، هیچ کس یک عمل خیر و شر را کرده نمیتاند تا اگر پروردگار راضی نباشد. نه جنبد هی جنبنده به یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد؟ کجا سائل زی پیش خود گدا شد؟ حضرت مولوی را نظر کنید، میگوید این شاههایی که امروز بالای تخت نشسته و شاهی میکنند، آیا اینا از پیش خود شاه شدند؟ نه، بلکه تقدیر الهی همین بوده است که این جوان یا این مرد و یا این زن باید که پادشاه شود. کجا سائل زی پیش خود گدا شد؟ این گداهایی که نزد دروازه ما و شما میآیند، آبی چشم میکنند، زاره میکنند برای 20 درم ما و شما، آیا اینها از پیش خود تلبنده شدند؟ نه، بلکه در تقدیر اینها هم تلبندگی را خدا کشیده بوده است. اگر نقاش نیکان را سرشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ اگر پروردگار امروز اهل شما، شما اهل سعادت هستین، شما اهل نیکبختا هستین، شما را امروز خداوند نیکبخت در ازلیات تا نویسانده است،
پس اینها انسانهایی که امروز گیراین میکشند، امروز عرق نوشی میکنند، امروز مال یک برادر را میخورند، امروز زناکار هستند، امروز وجود خدا را انکار میکنند، اینها را کی آفرید؟ اگر نقاش نیکان را سریشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ حضرت میگوید همه در حکم تقدیرش دوانند و هر سویه که میخواند روانند. همه اینها در همون تقدیری که خداوند برای اینها کشیدگی است در همون راه رفته ایستادند. حتی میگوید مولوی بخاری سوی کافر هم مبینی، مبادای فروزت شمع دینی. حتی کافر میگد با یک طریق حقارت نگاه نکن، شاید که انا همون کافر باز همین اسلام قوت ببخشد. تا از کجا میدانی؟ چندین کافرها امروز در کتاب ها ما و شما میخوانیم که از تمام دولت های مترقی اسلام میارند در آخر عمرشان. معلوم شد که اینها در ازلیات اینها خداوند یک دوره را به کفر کشیده بود و این دورش باز آخر عمر اینها را باز به اسلام مبدل گردانیده است. این در ازلیاتش بوده است. از این خاطر هر عملی شما، انا همین آمدن شما به مسجد در ازلیات شماست. از اینجا با سلامت خانه رفتن شما در ازلیات شماست. همه عمل شما به تقدیر وابسته است. وقتی حضرت عمر به ملک شام رفتن، نماینده ها آمدن که ای عمر، در ملک شام کسلی وبا آمده است، کجا می روی؟ حضرت عمر در جاش ایستادن و به عسکرها امر کرد که پس می گردیم، باز مدینه می روی. لیکن هزار حیف به آن بندگانی که گفت حضرت صوفی الیار بنده بودی ولی زنامردی بندگی را به جا نآوردی. هزار حیف که تو نامت بنده بود، هزارها افسوس که لیکن بندگی خدا را به جا نآوردی. سئل عن ابن عباس رضی الله عنه: یا ابن عباس، ما خیر الایام و ما خیر الشهور و ما خیر الاعمال؟ ای ابن عباس، ابن عباس این عبدالله است، عبدالله ابن عباس. از عبدالله ابن عباس پرسان کردند: ای ابن عباس، پیش از آنی که آن سؤالی که از ابن عباس کردن به شما خبر دهم، اولا ابن عباس میگوید بار رسول اکرم میگوید حاجت خانه در آمدن و یک زمان پس میگد بیرون شدن تا از حاجت خانه بر آمدن رسول اکرم، من در یک ظرف آب گرم آورده نزد همان در حاجت خانه گذاشتم تا که رسول اکرم با او وضو گیرد، طهارت کند. پیغمبر خدا میگوید وقتی که بر آمدن نگاه کردن که در ظرف آب است، گفتن من وضع هذا، گفتن این آب کی گذاشت؟ گفتن عبدالله ابن عباس گذاشت. رسول اکرم میگوید دست برداشتن، گفتن اللهم فقیه فی الدین، پروردگار را گفت این عبدالله ابن عباس که مرا احترام کرد و برای طهارت کردن من در این ظرف که آب آورد، خدای مهربان گفت او را عالمی در اسلام بگردان، او را عالمی مسئله گو کن، او را عالمی بگردان که در بین مردم موعظه کند. و دعای پیغمبری خدا در حق این عبدالله ابن عباس قبول شد. چنان عالمی شد که مثلش در زمان ابن عباس وجود نداشت. مفسر قرآن، محدث، فقیه، حکیم، این عبدالله ابن عباس بود. وقتی از او پرسیدند ای عبدالله پیروان، بعد از پیغمبری خدا گذشتند، ما از تو سه سوال داریم، میخواهیم که سوال کنیم.
گفتن مرحمت هر سؤالی که باشد من بحری شما جواب میگردونم. گفتن برای ما خبر بده که بهترین روز کدام روز است. آن دوستهای خدا بهترین روزها را میکافتن، بهترین ماها را میجستن، بهترین عملها را میجستن، کنی در کدام عمل ثواب زیاد است که به او چنگ زنن. افسوس که امروز این سوال ها دیگر نیست، تکرار می شود. حضرت عبدالله ابن عباس در جواب گفتند بهترین روز روز جمعه هست. البته حق گفتند، زیرا که پیغمبری خدا میگوید خیر یوم طلعت علیه شمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها. پیغمبری خدا گفتم بهترین روزی که در بین روز دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، در یک هفته هفت روز است. و پیغمبری خدا گفتند بهترین این روز روز جمعه است، زیرا این که پیغمبری خدا گفتند در این روز خلق آدم، خداوند حضرت آدم آفرید. این روز جمعه بود که خداوند حضرت آدم آفرید و جان را در وجود او دمید. پدر ما و شما حضرت آدم در روز جمعه آفریده شد. و در دوام پیغمبر خدا باز صفت این روز گپ زدن، سخن کردن. در این روز گفت بعد که خداوند آدم آفرید باز وارد جنتش کرد. در همین روز بود که باز با سبب خطایی حضرت آدم در همین روز جمعه خداوند حضرت آدم از جنت بیرون کرد. در دیگر حدیث های پیغمبری خدا می آید که در همین روز قیامت قائم می شود. در همین روز ساعتی هست که اگر انسان به سوی خدا دعا کند خداوند دعای او را قبول می سازد. برادرای عزیز، این افضل ایامکم یوم الجمعه، پیغمبر میگوید بهترین روز در بین هفته روز جمعه هست. فردا جمعه میآید، بیایید بیایید ما و شما چنان بنده شویم، باید چنان عبادت کنیم که تا که در نزد پروردگار ما و شما خوب پذیرفته شود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.